با سلام و درود بر همیهنان گرامی و درود بر پرسنل پزشکی ایران و درود بر روان پاک جانساران پزشکی ایران و درود بر آقای بهبهانی عزیز و تشکر از ایشان که این افتخار را به من میدهند که یک بار دیگر با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه شنبه نهم دی ماه 1399 مطابق با 29 دسامبر 2020 530مین برنامه از 11مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی را با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضورتان تقدیم میکنم. خب اول از همه خدمت رو عرض کنم که روز جمعه آغاز سال نو 2021 یعنی 2021 رو به همه همیهنان عزیز مخصوصا همیهنان مسیحی کاتولیکمون تبریک میگم و آرزوی بهترین ها رو در سال نو برایشون دارم. همیهنان عزیز ارمنی و آسوریمون آغاز سال نوشون هفته دیگه است، چهارشنبه دیگه است اگه اشتباه نکنم، البته به اونا هفته آینده تبریک میگم و کلن آرزوهای بهترین ها رو برای همه همیهنان عزیز از هر دین و مذهب و فرقی آرزو دارم. خدمت شما عرض کنم که در هفته گذشته یک بانوی هموطنی یک پیغام برای من فرستاد درباره واکسن کرونا که آیا این چیزایی که درباره واکسن میگن حقیقت داره. بنده به ایشون گفتم من از کجا بدونم؟ ایشون جواب داد مگر شما پزشک نیستید؟ بنده هم جواب دادم بله ولی غیبگو نیستم. چند روز گذشته من مجله هفته مونترال رو هم ایمیلی دریافت میکنم و هم کاغذی، منتها کاغذیش 7-8 روز بعد میرسه. درباره این واکسن کرونا یک مقاله بود که در مجله لاپرس، در روزنامه لاپرس چاپ شده بود و مجله هفته این رو ترجمه کرده بود، پس این ترجمه رو براتون میخونم. بعد با یک هموطن عزیز صحبت میکردیم درباره هلیکوباکتر پیلوری، یک عرایزی هم درباره هلیکوباکتر پیلوری خدمتتون عرض میکنم و بالاخره یک ایمیلی دریافت کردم که نوشته بود با تشکر از برنامه شما من دچار فتق دیسک و کمردرد هستم، لطفاً در این باره صحبت بفرمایید. چشم، صحبت عرض میکنیم، نمیفرمایید. خب بله این رو بذارم اینجا. طبق معمول هفهاتی اول با معرفی یک بانوی شهیر و شهید ایرانی که این ماه دی ماه سال روز شهادتشون رو خدمتون معرفی میکنم. این رو البته من از روی فیسبوک پیدا کردم، یکی از دوستان گذاشته بود روی فیسبوک و بنده کپی کردم، شاید ایشون هم از جای دیگه کپی کردن. این کپی کردن ها در فیسبوک یک چیز عادی حساب میشه، درست مثل اختلاس که دزدی نیست، این کپی کردن ها هم دزدی نیست. بله نوشته خوش آنان که در این عرصه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. ژینوس محمودی اولین زن ایرانی که توانست ریاست سازمان هواشناسی کشور را عهده‌دار شود
او سال 1308 در تهران به دنیا آمد. مادرش کماله اجزاچی معلم بود. پدر او عباس نعمت هم دستی بر نشر و روزنامه داشت. ببخشید یه خطی انداختم. پدر او عباس نعمت نیز تحصیل کرده بود و به عنوان بنیانگذار گراورسازی ایران شناخته می شود. عباس نعمت دستی هم بر نشر و روزنامه داشت. آن زمانی که حکومت در اختیار رضا شاه بود، پدر ژینوس توانست امتیاز نشر مجله تهران مصور را دریافت کند. ژینوس در این خانواده اما عاشق کوه‌ها و ابرها بود و به جستجوی علم در دل طبیعت رفت. او چنان به البرز دل بسته بود که آرزویش ایجاد بزرگترین گنجینه های آسیب ناپذیر علم و تمدن بشر در آن بود. ژینوس میخواست تمامی مدارک علم و تمدن، یعنی آثار تمدن های باستانی و حیوانات و موجودات ما قبل تاریخ را در قالب تصاویر دیگری میکروفیش و میکروفیلموار، همه فروم ها و کشفیات علمی، نوارهایی از صدای بعضی شخصیت های علمی و تاریخی را در آن گنجینه جمع آوری کند، زیرا باور داشت اینکه ما حافظ و وارث همه علوم جهان باشیم بسیار برازنده ایران است. خب عکس این بانه رو به شما نشون میدم تا بعد ادامه بدم. تحصیل در رشته فیزیک در دانشگاه و ادامه آن در رشته هواشناسی و تخصصی که ژینوس در این خصوص پیدا کرده بود، به همراه شخصیت آرام، بذله‌گو و مقتدرش پله‌های ترقی علمی را به روی او گشود تا آنجا که تنها شخص مورد اعتماد محمد رضا پهلوی در امر هواشناسی شد. او با شغل‌هایی چون پیشبینی هواشناسی و تدریس تئوری آن برای دوره‌های نشریات اقلیمی هواشناسی آسیا شروع کرد و رئیس اولین مدرسه عالی هواشناسی شد. آخرین پستی که ژینوس عهده‌دار آن بود، ریاست سازمان هواشناسی و تدریس تئوری آن برای دوره‌های نشریات اقلیمی هواشناسی آسیا شروع کرد. بله. و رئیس اولین مدرسه عالی هواشناسی شد. آخرین پستی که ژینوس عهده‌دار آن بود، ریاست سازمان هواشناسی بود که در آن زمان شاخه ای از وزارت جنگ شناخته می شد. در واقع ژینوس معاونت وزارت جنگ را بر عهده داشت. هم و هم پایه سرلشکر به شمار می رفت و به همین دلیل به عنوان نماینده ایران در کنفرانس های بین المللی شرکت می کرد. مونا دختر کوچک ژینوس میگوید همیشه به یاد دارم آن زمان که ایران بودیم، مادر در دفتر هواشناسی فرودگاه مهرآباد می ایستاد، به آسمان خیره می شد و می گفت من هر کاری که برای هواشناسی می کنم به عشق این سرزمین و مردم است. ببخشید دستم درد گرفت. عشق او به هواشناسی و هر آنچه به کوه و دریا و باد مربوط بود در پست‌های اداری خلاصه نمی‌شد. او برای اولین بار در ایران به تحقیق و پژوهش در استفاده از اشعه آفتاب برداشت. ژینوس همچنین سرپرستی و تهیه اطلس اقلیمی ایران را نیز عهده‌دار بود و مقدمات این بهره برداری را فراهم کرد. او در کنار مشاغل اداری و مسافرت‌های کاری که به نقاط مختلف ایران داشت، پیگیر حقوق برابر برای زنان نیز بود. ژینوس عضو انجمن زونتا
یعنی زنان تحصیل کرده در امور صلح و رئیس انجمن صلح دیهیم بود و ریاست هیئت مدیره جمعیت زنان وزارت راه و هواشناسی را هم بر عهده داشت. در همین زمان هوشنگ محمودی اولین تهیه کننده و گرداننده برنامه های کودک و تهیه کننده فیلم های مستند پا به زندگی ژینوس گذاشت، مردی که زندگی با او 3 فرزند و همراه داشت. بله، به نام های آریانا، مونا و آرتین. اما انقلاب 57 نه تنها باعث محرومیت او از کار شد، بلکه شوهر و در نهایت حیات او را هم گرفت. ژینوس و هوشنگ پیش از انقلاب فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور فرستاده بودند، اما در پی انقلاب 57 و روی کار آمدن حکومت مذهبی مدارج علمی این زوج برای حکومت جدید بی‌ارزش و تنها مذهب آنها مهم جلوه کرد. ژینوس به دلیل اعتقاد به مذهب بهایی کار خود را از دست داد و به همراه همسرش زندگی مخفیانه ای را آغاز کرد. اما در مرداد ماه 1359 هوشنگ محمودی ناپدید شد و دیگر اثری از او یافت نشد. سالهای اول انقلاب با اعدام بهاییان همراه بود. اعضای محافل محلی و ملی ناپدید یا بازداشت می شدند و گروهی نیز اعدام شدند. در این میان ژینوس به عضویت محفل ملی ایران درآمد و در پی آن رئیس محفل روحانی ملی شد. ژینوس با وجود آن که زندگیش در خطر بود، اما به ملاقات زندانیان بهایی می رفت و به خانواده آنها کمک می رساند. او در 23 آذر 1360 در منزل یکی از اعضای جامعه بهایی پس از نشست محفل ملی، در حالی که پاسداران خانه را محاصره کرده بودند، بازداشت شد. هیچ اطلاعات و سندی از نحوه بازداشت، دادگاه، دفاعیات و حکم صادره برای ژینوس محمودی وجود ندارد. تنها یک سند رسمی از دادستانی کل انقلاب اسلامی مرکز موجود است که در تاریخ 7 دی ماه 1360 منتشر شد. طبق آن سند ژینوس محمودی و 7 نفر دیگر از اعضای محفل ملی توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شده و به جرم جاسوسی به اعدام محکوم شده بود. ژینوس در ایران 1.5 سال پس از ناپدید شدن شوهرش و 2 هفته پس از بازداشت بدون اطلاع خانواده و هیچ سند معتبری اعدام شد. خانواده او چند روز بعد توسط یکی از مسئولان زندان اوین به شکل غیررسمی از این خبر مطلع شده و توانستند آرامگاه بنیانگذار هواشناسی دریایی ایران را در کفرآباد پیدا کنند. در قبری گمنام، روحشان شاد و همدم ملائکه اعلی. خب، این از بانوی موفق. بریم سراغ این مسئله ویروس. بله، خدمت رو عرض کنم که لاپرس، یعنی روزنامه لاپرس، در باره این واکسن و ویروس با استاد ویروس شناسی و متخصص ویروس های نوظهور دانشگاه مکگیل که خانمی هستند به نام خانم دکتر ان گتینیول مصاحبه انجام داده و نظر وی را درباره تاثیر احتمالی امتناع این افراد بر پویش و پویش واکسیناسیون جویا شده است. سوال اولی که ازشون کردن اینه که بسیاری از کارکنان و پرسنل بخش بهداشت و درمان
حاضر نیستند خود را در برابر کووید 19 واکسینه کنند. آیا این موضوع نگران کننده نیست و آیا امتناع این افراد تلاش های همگانی برای ایجاد مسئولیت جمعی در برابر کرونا ویروس جدید را مختل نخواهد کرد؟ بله، حنا خانم دکتر انگاتینیال جواب دادند. خیلی نباید نگران تردید و امتناع این افراد باشیم، به ویژه اینکه در شرایط فعلی تولید و اراده واکسن به اندازه ای نیست که بتوانیم همه را در برابر کرونا ویروس واکسینه کنیم. فعلا بهترین کار این است که خیلی روی این موضوع متوقف نشویم و واکسن های موجود را برای آن دسته از پرسنل و کارگران بخش بهداشت و درمان و سالمندانی که خودشان مایل هستند واکسینه شوند استفاده کنیم. باید به انتخاب و اراده همه احترام بگذاریم. از اعمال فشار بر افراد در این زمینه خودداری کنیم و از تلاش برای تحت تاثیر گذاشتن دیگران و تغییر دادن عقیده آنها درباره با واکسن کرونا بپرهیزیم. من معتقدم هر اندازه تعداد شمار افرادی که خود را واکسینه می کنند افزایش یابد، طبیعتاً ترس افراد از واکسینه شدن به عنوان نفرات اول کاهش خواهد یافت. سوال بعدی، آیا شما خودتان را واکسینه خواهید کرد؟ دکتر ان گاتینیال: بله، من این کار را خواهم کرد. شاید مسئله ای که باید نگران آن باشیم حساسیت شدید احتمالی نسبت به واکسن و ترکیبات آن است، اما در هفته های اخیر روی این مسئله خیلی دقت و بررسی کردم و اطمینان پیدا کردم که RNA واکسن را تغییر دادند تا از واکنش های آلرژیک شدید در افراد جلوگیری شود. و عقیده من فواید و اثرات مثبت واکسن کووید 19 به مراتب از خطرات و مضرات احتمالی آن بیشتر است. سوال: با این حال نمیتوان انکار کرد که تولید واکسن بر پایه RNA فناوری کاملا جدیدی است و شاید به همین علت از نظر مردم خیلی اطمینان بخش نیست. جواب خانم دکتر ان گاتینیال: درست است که تولید واکسن مبتنی بر RNA نسبت به دیگر واکسن ها یک فناوری جدید محسوب می شود و واکسن کووید 19 به شکلی کاملا اضطراری و در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه تولید شده است. با این حال نباید فراموش کرد که این فناوری از 10 سال پیش وجود داشته و آزمون و خطای زیادی روی آن صورت گرفته است. از این فناوری برای ساختن واکسن حیوانات استفاده شده و برای درمان برخی بیماری ها در انسان مثل سرطان نیز به کار رفته است. سوال: اما چه کسی میداند شاید 10 یا 20 سال دیگر محققان علوم پزشکی متوجه شوند که این واکسن ها آثار منفی پایداری بر روی قابلیت باروری انسان ها دارند، یا اینکه در دراز مدت موجب بروز یک بیماری وحشتناک در انسان می شوند؟ خانم دکتر ان گاتینیال: بله، این احتمال را نمی توان به طور کلی رد کرد. خطر صفر در خصوص واکسن ها منفی است و از همین حالا نمی توان با قاطعیت گفت که واکسن های کووید 19 در دراز مدت آثار و عوارض منفی نخواهند داشت. اما با توجه به اینکه RNA به محض اینکه وارد سلول شد به سرعت تجزیه می شود، خطرات احتمالی محدود است و لااقل فعلا و در شرایط کنونی که ویروس کرونا همچنان به تاخت و تاز و قربانی گرفتن خود
قربانی گرفتن های خود ادامه می دهد، نباید خیلی نگران این موضوع باشی. سوال: نظرتان درباره واکسیناسیون کودکان چیست؟ اینکه والدین باید درباره واکسین شدن یا نشدن کودکانشان تصمیم گیری کنند، برای خیلی از آنها استرس آور است. دکتر ان گاتینیول: کودکان برای واکسین شدن در اولویت قرار ندارند و احتمالاً در ماه‌های آینده که نوبت به واکسیناسیون آنها میرسد، اطلاعات دقیق‌تر و بهتری در خصوص واکسن‌ها و پیامدهای احتمالی آنها به دست آورده ایم. سوال: با توجه به این مسائل آیا به مسئولیت جمعی میرسیم؟ دکتر ان گاتینیول: برای رسیدن به مسئولیت جمعی لازم است که دست کم 70% مردم خود را واکسینه کنند. حتی اگر تا 60% مردم خود را واکسینه کنند، شاید باز هم مجبور شویم که با ویروس و پیامدهای آن کنار بیاییم. اما با توجه به اینکه میزان مرگ و میرهای ناشی از این بیماری به مراتب کمتر از آن چیزی خواهد بود که امروز شاهد آن هستیم، شاید راحت‌تر بتوانیم با آن سازگاری پیدا کنیم، درست مثل ویروس آنفلوانزای فصلی که هنوز هم با آغاز فصل سرما مهمان ناخوانده شهرهای ما می شود و هر سال قربانی هم می گیرد. سوال: از درمان چه خبر؟ آیا می توانیم منتظر خبرهای خوب در زمینه درمان باشیم؟ دکتر ان گاتینیول: قبل از هر چیز نباید فراموش کنیم که انواع دیگری از واکسن کووید 19 مبتنی بر فناوری‌های مختلف نیز در دسترس بررسی یا تولید هستند. در این میان روش‌های درمانی نیز به جبهه مبارزه با کووید 19 اضافه می‌شود. درست مثل ریجنرون که آمیزه‌ای از پادتنها بود و برای درمان سریع دونالد ترامپ تجویز شد، اما این در نوع درمان در حال حاضر بسیار پرهزینه است و نمیتوان از آن در مقیاس گسترده استفاده کرد. با این حال یک شرکت آمریکایی از چندی پیش کار ساخت RNA های کوچک مداخله‌گر را شروع کرده است. این روش درمانی بسیار شبیه روشی است که من روی آن کار میکنم. این شیوه که در آن تزریق از طریق بینی بیمار صورت میگیرد، باید در همان آغاز دوره بیماری به کار گرفته شود تا نتایج مطلوب را به همراه داشته باشد. منبعش وبسایت خبری لاپرس. خب، بعد داریم سراغ قسمت بعدی برنامه. همونطور که عرض کردم با یک هموطن بسیار عزیزی صحبت میکردیم درباره عفونت هلیکوباکتری. عفونت هلیکوباکتری یک عفونت باکتریایی است که باعث التهاب معده یعنی ورم معده، زخم گاسترودودنال و بعضی از انواع سرطان معده می شود. این عفونت توسط نوعی باکتری به نام هلیکوباکتر پیلوری ظاهر می شود. یک هموطنی رفته بود برای همین آزمایش، بعد اومد من گفت به من گفتش که آره من آزمایش هلیکوپتر باکتری کردم. بله، اینم جوکی برنامه. وقتی که سمپتوم های هلیکوباکتر و هلیکوباکتر پیلوری ظاهر می شوند، شامل سوء هاضمه و درد یا ناراحتی در قسمت فوقانی شکم است. تشخیص اغلب بر اساس نتایج آزمایش تنفس و یک معاینه معده با استفاده از یک اندوسکوپی فوقانی است. این آزمایش تنفس خیلی ساده است. یک محلول آبی رنگی رو میدن به مریض با یک نی
از این یه نوشیدنی که یه سرش تو آبه و یه سرش هم در دهان بیماره، نفس میکشه، بازدمش رو فوت میکنه توی اون آب آبی رنگ. و بعد از چند دقیقه اون آب رنگ آبی رو از دست میده و این نشون دهنده اینه که آزمایش مثبته و بیمار از هلیکوباکتر پیلوری رنج میبره. بعد درمان بر اساس استفاده از آنتی بیوتیک و یک مهار کننده پمپ پروتون است. حالا مهار کننده پمپ پروتون چیه؟ یک سری داروهایی که باعث میشه که در خصوص این بیماری باعث میشه که ترشح اسید معده کم بشه. عفونت هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین علت ورم معده و بیماری زخم معده در سراسر جهان است. عفونت بسیار شایع است و با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد. در 60 سالگی حدود 50% افراد به آن مبتلا هستند. با این حال طبق مطالعات اخیر تعداد مبتلایان جوان به هلیکوباکتر پیلوری کاهش یافته. این عفونت بیشتر در جمعیت سیاه‌پوستان و مردم آمریکای جنوبی که بهشون اینجا اصطلاحاً بهشون میگیم هیسپانیکا و آسیایی ها دیده میشود. البته هم همتنان عزیز ما هم خیلی به این بیماری مبتلا هستند. هلیکوباکتر پیلوری میتواند در مدفوع، بزاق و پلاک های دندانی وجود داشته باشد و میتواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود، مخصوصا اگر افراد آلوده پس از دفع مدفوع دست های خود را به طور کامل نشویند. همچنین می توانند با بوسیدن یا از طریق تماس نزدیک با افراد دیگر باکتری را گسترش دهند. در خانواده ها و در افرادی که در خانه سالمندان و سایر مراکز تحت نظارت زندگی می کند عفونت وجود دارد. هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین علت ورم معده و زخم معده. هلیکوباکتر پیلوری در لایه مخاطی که از پوشش داخلی معده محافظت می کند، جایی که کمتر در معرض ترشحات اسیدی معده است رشد می کند. علاوه بر این هلیکوباکترها آمونیاک تولید می کنند که به محافظت از آنها در مقابل اسید معده کمک می کند و باعث می شود که اختلال در نفوذ اسید و ورود به لایه مخاطی بشود. عوارض عفونت با هلیکوباکتر پیلوری. تقریبا تمام افراد آلوده به هلیکوباکتر پیلوری دارای التهاب معده یا گاستریت هستند که می تواند کل معده و یا فقط قسمت تحتانی آن را تحت تأثیر قرار بدهد. این عفونت می تواند گاهی منجر به گاستریت فرسایشی و یا حتی زخم معده یا زخم گاستریک بشود. هلیکوباکتر پیلوری کمک به تولید زخم و زیاد شدن ترشح اسید و ایجاد اختلال در مکانیسم های محافظتی طبیعی معده در برابر اسید معده و ایجاد سموم می کند. عفونت طولانی هلیکوباکتر پیلوری خطر سرطان معده را افزایش می دهد. سمپتوم ها
فقط 20% از افراد مبتلا به گاستریت بر اثر عفونت با هلیکوباکتر پیلوری علائم یا عوارضی مانند بیماری زخم معده یا زخم اثنی‌عشر می شود. با این حال در نزد افرادی که دچار سمپتوم های این عفونت می شوند، علائم خاص یک گاستریت مثل سوء هاضمه و احساس درد یا ناراحتی در قسمت فوقانی شکم را می توان دید. زخم های ناشی از عفونت هلیکوباکتر های پیلوری ایجاد سمپتوم هایی مانند زخم هایی که بر اثر اختلالات دیگر تولید می شوند، به ویژه درد در قسمت بالای شکم هست. بله می کند یا هست. تشخیص. آزمایش تنفسی که خدمت رو عرض کردم یا آزمایش مدفوع، گاهی اندوسکوپی فوقانی. هلیکوباکتر پیلوری را می توان توسط آزمایشات هوای بازدم یا نمونه های مدفوع جستجو کرد. پزشکان گاهی از اندوسکوپی برای برداشتن بیوپسی از مخاط معده و آنالیز آن برای جستجوی هلیکوباکترهای پیلوری به روش های مختلف استفاده می کنند. پیشاگهی. خطر ابتلا به زخم گاسترودودنال در اثر عفونت هلیکوباکتر پیلوری در طی 3 سال بیش از 50% در افرادی که تحت درمان با آنتیبیوتیک قرار نگرفتند است. در صورتی که در بیمارانی که آنتیبیوتیک دریافت کرده اند به کمتر از 10% کاهش می‌یابد. علاوه بر این درمان عفونت هلیکوباکتری ممکن است زخم‌های مقاوم به درمان‌های قبلی را درمان کند. درمان آنتیبیوتیک و یک بازدارنده پمپ نوترون. 2. بعد از درمان آزمایش های ریشه‌کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری. 3. متداول‌ترین روش های درمانی برای عفونت هلیکوباکتر پیلوری شامل مهار کننده های پمپ پروتون برای کاهش تولید اسید معده، 2 آنتیبیوتیک و همچنین سوساسیلات و بیسموت در بعضی موارد برای کشتن عامل عفونت ها به کار می روند. 1 مهار کننده پمپ پروتون که می تواند که می تواند لانزوپرازول یا اومپرازول یا پنتوپرازول یا رابپرازول یا ازومپرازول باشد تجویز می شود. این داروها می توانند باعث ایجاد اسهال یا یبوست و سردرد بشوند. از چندین آنتیبیوتیک مختلف می شود استفاده کرد، از جمله آموکسیسیلین، کلاریتیرومیسین، مترونیدازول و تتراسیکلین. تمام این آنتیبیوتیک ها می توانند روی احساس طعم اثر بگذارند، یعنی شخص نتونه به خوبی طعم و مزه رو تشخیص بده، و باعث حالت تهوع می شوند. آموکسیسیلین و کلاریتیرومیسین و تتراسیکلین می توانند باعث اسهال هم بشوند. سالیسیلات بیسموت می تواند باعث یبوست و رنگامیزی تیره زبان و مدفوع شود. پزشک معمولاً موفقیت درمان را با تکرار آزمایش تنفس، آزمایش مدفوع یا اندوسکوپی حدود 4 هفته پس از پایان درمان
تایید کنه. خب امیدوارم که این قسمت از برنامه برای این هموطن عزیزی که با هم گفتگویی داشتیم مفید باشه. حالا بریم سراغ اون هموطنی که خواسته درباره فتح دیسک و دردهای کمری برنامه ایشون نوشتن صحبت بفرمایید. حالا چشم صحبت میفرمایید. عرض میکنم تعریف فتح دیسک، تعریف فتح اصلا. فتح بیرون زدگی یک عضو بدن یا بخشی از آن، بیشتر اوقات روده، از موقعیت معمول خود است. دیسک فتح، چرا برعکس نوشتم، فتح دیسک بیرون زدگی بخشی از دیسک بین مهره است. بین هر یک از 24 مهره، مهره متحرک ستون مهره ها، یک دیسک بین مهره ای وجود دارد که از یک ساختار فیبروز و سخت تشکیل شده است و حاوی یک هسته ژلاتینی است. بله به این عکس توجه کنید تا باقیش رو خدمتتون عرض کنم. این دیسک ها به ستون مهره ها انعطاف و در صورت ضربه به عنوان کمک فنر عمل می کنند، یعنی ضربه ها رو می گیرند. فتح دیسک زمانی اتفاق می افتد که دیسک ضعیف شود، ببخشید، ترک بخورد یا پاره شود و هسته ژلاتینی فوران کند. فتح دیسک کمر شایع‌ترین فتح‌ها یا هرنی‌هاست. اگرچه فتح دیسک می‌تواند هر ناحیه‌ای از ستون مهره‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، اکثریت فتح‌های ایجاد شده در قسمت پایین پشت در ناحیه کمری اتفاق می‌افتد. در این حالت فتح می‌تواند باعث کمردرد یا لومبالجی بشود. اگر فتح یکی از ریشه های عصب سیاتیک را فشرده کند، می تواند همراه با درد در یک پا باشد که به آن سیاتیک می گویند. به برنامه هفته گذشته مراجعه بفرمایید، اونجا در این باره کاملا توضیح داده شده. فتح نیز می تواند مورد توجه قرار نگیرد و این معمولا هنگامی اتفاق می افتد که ریشه عصب را فشرده نکند. چه کسانی در معرض خطر ابتلا هستند؟ فتح دیسک عمدتا افراد بین 35 تا 55 سال را تحت تأثیر قرار می دهد و مردها بیشتر از بانوان از آن رنج میبرند، زیرا آنها یعنی مردها از طریق ورزش یا حرفه بیشتر به بدن خود فشار وارد میکنند. ارزیابی شیوع فتح دیسک دشوار است، زیرا همونطور که گفتم برخی از آنها مورد توجه قرار نمیگیرند، یعنی تا وقتی درد نداشته باشه شخص دنبال درمان نمیگرده. داده های فعلی نشان میدهد که از هر 50 نفر یک نفر در طول عمر خود به آن دچار میشود. علل بیماری: تحلیل رفتن یا دژنرسانس دیسک های بین مهره‌ای که با افزایش سن خشک می شوند و ستون مهره ها نرمش، کشش و ارتفاع خود را از دست می دهد. یک حرکت ناگهانی در وضعیت بد بدنی مانند بلند کردن بار سنگین در حالت پیچش
قفسه سینه، یعنی یه بار سنگین رو برنگ کنیم، بعد یه دفعه بچرخیم این بار. بعدیش اضافه وزن بارداری که باعث زیاد شدن فشار بر روی ستون مهره ها می شود. یک، استعداد ارثی. بعضی از اعضای یک خانواده گاهی تحت تأثیر قرار می گیرند. افراد مستعد به فتح دیسک ممکن است حتی قبل از بزرگسالی به آن دچار شوند. ناهنجاری های ژنتیکی می تواند منجر به ضعف در ساختارهای ستون مهرها شود. چه موقع باید به پزشک مراجعه کرد؟ در موارد زیر توصیه می شود بدون تأخیر ارزیابی پزشکی انجام دهید. اول، کمر درد شما بیش از یک هفته است که وجود دارد و فعالیت های روزمره شما را مختل می کند. بعد، کمردرد شما بر اثر یک تصادف یا زمین خوردن ایجاد شده. دردها شما را شب از خواب بیدار می کند. درد شما همراه با تب غیرقابل توضیح یا کاهش وزن همراه است. معمولاً با دقت و رعایت بعضی احتیاطات فتح در طی 4 تا 6 هفته بهبود می‌یابد. در غیر این صورت دوباره به پزشکتون مراجعه کنید. توجه: اگر کمردرد شما با بی اختیاری ادرار یا مدفوع یا برعکس احتباس آنها، ناتوانی یا ضعف شدید در پاها همراه است، یا مشکل دارید بیستید یا از پله ها بالا بروید، فوراً به پزشکتون مراجعه بفرمایید. حالا بریم سراغ دردهای کمری. دردهای کمری که به اصطلاح بهش میگیم، ببخشید یک لحظه اجازه بدید، بر سر پار حرفی گلوی ما خشک میشه. بله، دردهای کمری که بهش لومباجی هم میگیم، دردهایی هستن که در ناحیه کمری تولید میشوند و بسیار رایج است و تقریبا 90% مردم در طول زندگی به اون مبتلا شده اند. این دردها گاهی با استراحت برطرف می شود. قسمتی از ستون مهرها که شامل مهرهای کمری می شوند، فعالیت زیادی در زندگی روزمره دارند و قسمت زیادی از وزن بدن را تحمل می کنند. دردهای کمری مشکلی بسیار پیچیده است که در اغلب موارد طب کلاسیک به تنهایی نمیتواند آن را درمان کند و در بیشتر موارد، مخصوصا دردهای مزمن، باید عوامل روانی و احساسی و فیزیکی شخص در نظر گرفته شود. بنده خودم هر وقت امتحان سخت داشتم به کمردرد شدید دچار می شدم و بعد از امتحان، چند دقیقه بعد از امتحان، دیگه خیالم راحت بود که یا قبول شدم یا رد شدم، درد یواش یواش برطرف می شد. بدین ترتیب می توان دردها را کم کرد یا به شخص توضیح داد چگونه راحت زندگی کند. مهرهای کمری 5 مهره هستند که به صورت استوانه می باشند و در آنها سوراخی است که طناب نخاعی از میان آن عبور می کند و از طناب نخاعی اعصاب حسی و حرکتی سرچشمه گرفته و به اندامهای دیگر می روند.
در بین دو مهره یک قسمت نرم برای حرکت وجود دارد و در وسط آن دیسک قرار دارد که در وسط آن مرکز دیسک قرار دارد که از نسج نرم حاوی نوعی ژل است که باعث حرکت و عدم مالش مهره ها با هم می شود. علل دردهای کمری. دردها فقط یک سمپتوم هستند، پس برای درمان باید علت اصلی تولید درد را یافته و برطرف کرد. علل مختلفی برای این دردها وجود دارد. اغلب پیدا کردن عامل اصلی آن آسان نیست. چند علل این دردها را بررسی می‌کنیم. اول، صدمه دیدن یک عضله یا یک تاندون و نسوج اطرافش بر اثر کار مداوم یا ورزش. و بیشتر اشخاصی که حالت بدنی آنها متعادل نیست، یعنی پستور بدنشون مستقیم نیست، ممکنه اسکولیوز داشته باشند، اینا بیشتر در خطر هستند. تغییر ماهیت دیسکا. همونطور که در اون قسمت برنامه گفته شد، دیسکا بالش های کوچکی هستند که باعث حرکت مهره ها و جذب فشارها و ضربات وارده به مهره ها هستند. بر اثر گذشت زمان و بالا رفتن سن، دیسک ها تغییر ماهیت داده نرمش خود را از دست می دهند. تقریبا همه افراد 60 ساله به بالا و بعضی از ورزشکاران که ورزش هایی می کنند که فشار زیاد روی مهره های کمری می آورد، از 40 سالگی به بالا دچار این تغییرات می شوند. بله، برای این لعنت به این پیری که از این بالا تغییرات شروع میشه، میرسه تا ناخن پا. هرنی دیسکال که الان عرض کردم، مقداری از ماده ژل مانند در دیسک که در اون مرکز دیسک، هسته دیسک که شکل بیضوی دارد، از محل خود خارج شده و بر روی اعصاب بین مهره‌ای فشار وارد می آورد. داشتن انحرافات ستون مهره ها، سنگینی وزن، بارداری و تغییر ماهیت دادن دیسک ها از عوامل آن می باشند و تولید هرنی دیسکال می کنند. بله، داشتن یک مشکل ژنیکولوژیک. بسیاری از خانم ها دارای دردهای کمری تکراری یا دائمی هستند که عامل آن رگهای دردناک، آندومتروز یا مسائل دیگری هستند که بهتره به ژنیکولوژ مراجعه کنند. سرخوردن یک مهره از جای خود. این مسئله می تواند بر اثر ضعف ساختمانی ستون مهره ها به طور مادرزادی و یا بر اثر یک صدمه مهم مانند تصادف اتومبیل یا سقوط از بلندی پیش بیاید. آرتریت، آرتروز یا استوپروز که در نزد افراد مسن زیاد دیده می شود، باعث درد می شوند و اگر استوپروز مهره ها شدید باشد، می تواند باعث شکستگی مهره هم بشود. دردهای شدید که می تواند تا 4 هفته طول بکشد و معمولاً با آنها لومباگو می گویند. حتی اگر کوتاه مدت هم باشد،
باعث ناراحتی شدید و قطع کارهای روزانه برای چند روز می شود. دردهای نیمه شدید و مزمن دردهایی هستند که بیش از 3 روز طول می کشه. حالا اگر این دردهای کمری بیش از 3 روز طول کشید و خود درمانی اثر نکرد، یعنی مثلا رفتین توی دوان آب گرم یا مثلا تایلنول خوردید، قرص مسکن خوردید، اثر نکرد، این دردها و اگر این دردها به پاها تیر کشید و شبها بیدارتون کرد، معمولا به یک پا، ولی گاهی میشه به هر دو پا تیر بکشه، و وقتی که احساس ضعف سنگینی و بیهسی و مورمور شدن در یک پا یا هر دو پا وجود داره، یا وقتی که درد در کمر و شکم توأمه، یا وقتی که درد بر اثر افتادن یا ضربه دیدن به وجود اومده، یا وقتی که درد همراه لاغر شدن بیدلیله، در اینطور مواقع باید به پزشک مراجعه کرد. سمپتوم های لومبالجی. بر اثر آناتومی پیچیده و علل مختلف تولید درد در قسمت پایین، در قسمت پایین ستون مهره ها، سمپتوم ها در همه افراد یکسان نیست و برای یک بیماری دو نفر می توانند درد خود را به دو نوع کاملا متفاوت بیان کنند. اگر درد به طور ناگهانی همراه با انقباض شدید عضلات باشد، معمولا یک صدمه عضلانی یا صدمه بر روی یک لیگامان یا پارگی یا تغییر مکان دیسک. اگر درد در صبح شدید بود و به تدریج بر اثر حرکات ورزش کم شد، می تواند بر اثر صدمات عضلانی و یا آرتروز باشه. اگر درد به قسمتی از یک پا یا تمام یک پا یا هر دو پا تیر بکشد، یک درد عصبی سیاتیک می باشد. و اگر درد با سرفه کردن یا حرکت بدنی زیاد شود، امکان وجود هرنی دیسکال هست. اگر درد در یک قسمت تحتانی کمر وجود دارد و شبها شدیدتر می شود و با نرمش بهتر نمی شود، ممکن است بر اثر یک انفلاماسیون عضو بیمار و یا یک غده باشد. حالا چه کسانی در خطر هستند؟ اینها رو در قسمت قبل گفتم و درمان ها رو هم گفتم. و اگر خواستید از طب مکمل درباره درمان ها استفاده کنید، معمولا پزشکا میتونن شما رو برای فیزیوتراپی یا ماسوتراپی یا استئوپاتی یا حتی نزدیک کایروپراکتر بفرستن. اگر خواستید از طب اکوپونکتور هم همینطور، اگر خواستید از اینا استفاده کنید، حتما مطمئن باشید که به شخص مورد اطمینان مراجعه میکنید. خب، وقت ما در اینجا به پایان رسید و برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنتان نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. اگر مایل بودید درباره موضوع خاصی صحبت کنم، لطف بفرمایید ایمیل کنید و بسته به سوالتون 1 یا 2 هفته وقت بدید، در خدمت هستم. تا برنامه و برنامه های آینده، شما رو به خدا می سپارم و با درود و بدرود.